محمد رفیعی هستم از صفحه آموزش هست و این یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی ما هست. قرار که امروز بهتون آموزش بدیم که چطور اسم اسب ها رو بهشون یاد بدیم و هر اسبی در واقع خیلی واضح متوجه بشه که اسمش چیه. برای این کار در ابتدا ما یک اسبی رو انتخاب کردیم که هیچ کسی در واقع صداش نکرده، اسمش رو من تازگی یاد متوجه شدم. این اسب در واقع این مادیون هول و هوش فکر میکنم هول و هوش نزدیک به 2 سالشه و کسی هم تا به حال صداش نکرده. آتا بای لطفاً بگی. آتا بای اسمش آتابای هست اما خودش خوب نمیدونه، هیچ ریاکشنی هم روش نداره. بیا ببینم. بیا بیا اینجا. خب ایشون آتابای هستن، ما میخواییم اسمش رو بهش یاد بدیم. این پروسه با کلن میخواییم حساب کنیم بالا 1 ماه زمان میبره، هول و هوش 3 ماه کامل اسمش رو هست میتونه یاد بگیره. البته این عقیده بنده هست ولی کامل. خب برای این کار شما باید اولی اسم زیبا اسمتون داشته باشه و بعد شروع کنیم به آموزشش. چطوری بهش آموزش میدیم؟ اول شروع میکنیم هر زمانی که به اسم میرسیم اسمش رو صدا میکنیم. دوستان برای این کار شما باید یک لحن، یک آوا، یک صوت، یک ریتم و یک سرعت رو در واقع انتخاب کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه من قراره که به این اسب یاد بدم اسمش آتابای. همیشه با یک لحن صداش میکنم آتابای و بعد از اون هیچ کلمه ای، هیچ چیز دیگه ای بهش اضافه نمیکنم. آتابای تا مدت ها تا چندین جلسه همین رو فقط و فقط تکرار میکنم. به عنوان مثال نگین آتابای چطوری؟ امروز حالت خوبه آتابای؟ خوبی آتابای؟ چه خبر آتابای؟ این آتابای بیچاره نمیفهمه که شما در واقع دارید اسمش رو صدا میکنید و مدام بین کلمات دیگه قاطی میشه. اسبا این توانایی رو دارن که بتونن یک صوت رو در واقع باش آشنا بشن و به اون ریاکشن نشون بدن، به شرطی که شما گیجشون نکنید. پس برای اینکه این اسب رو گیج نکنیم، هر بار که فیشش می‌رسیم، هر بار که می‌خوایم بیایم سمتش، هر بار که می‌خوایم لمسش کنیم، فقط و فقط صدا می‌زنیم آتابای. در جلسات اول این هست آتابای چطوری، حالت خوبه آتابای، خیلی دوستت دارم. اینا رو در جلسات اول اصلاً نداریم و فقط اسم آتابای رو صدا میکنیم با یک لحن. یعنی یه روز نمیگیم آتابای، یه روز دیگه بهش نمیگیم آتابای، نه. این مثال ها رو میزنن که دقیقا متوجه بشیم و بعدا نگیم که آقا کار نکرد. پس هر بار با یک لحن، با یک صوت صداش میکنیم آتابای و بعد از در واقع جلسات اولیه و بعد از اینکه نسبی با اسم خودش اسب آشنا شد، اون زمان شروع میکنیم به حرف زدن باش. آتابای خوبی دختر؟ چطوری بابا؟ و هر بار میتونیم باش صحبت بکنیم و اسمش رو صدا بزنیم و اگر بخواید نتیجه بهتری داشته باشه این تمرینتون، نیاز هست که چند جلسه یک بار زمانی که میخواییم بهش برسیم یک خوراکی بهش بدیم. حالا این بخش اول آموزش ما هست. یه بخش دیگه وجود داره که شما در واقع دوست داشتید که وقتی که صداش میزنید بیاد سمتتون. این یه بخش دیگه است و یک آموزش خیلی خیلی ساده داره. کافیه که خب این رو نمیگم، بریم عملی با هم دیگه این بخش رو هم ببینیم. خب بخش اول این ویدیو رو دیدید و بخش دوم رو هم به زودی براتون خواهیم گذاشت بعد از رد شدن از مرز 12,000 بازدید.
امسال قطعا ما براتون ویدیوهای بیشتری خواهیم ساخت. فقط من یک انتظاری از شما عزیزان دارم، تو این نزدیک به 2 سالی که ما شروع کردیم به آموزش، هیچ وقت ازتون نخواستم که پستی رو لایک بکنید، چون لایک کردن به تنهایی برای ما ارزشی نداره. خیلی از دوستان ممکنه بدون اینکه یک پستی رو ببینن لایکش کنن و ما اصلا هیچ وقت دنبال لایک و این موارد نبودیم. ولی الگوریتم جدید اینستاگرام میگه که اگر یک پستی لایک بیشتر، کامنت بیشتر و تعداد سیو بیشتری داشته باشه، قطعا اون پست رو در واقع بیشتر به دوستان دیگه نشون میده. و من به همین دلیل خواهش میکنم ازتون که حتما پست های ما رو لایک بکنید، کامنت بذارید، نظراتتون رو حتما با ما مطرح کنید و در انتها اگر امکانش رو دارید این ویدیوها رو سیو کنید. امیدوارم که به زودی زود ببینمتون. خواهش میکنم بخش خودتون رو انجام بدید دیگه، ما به تنهایی قرار نباشه یک کاری رو انجام بدیم. دمتون گرم، خدا نگهدار.